25 سال نشون میدید، تیمور رحیموف رو 27 سال نشون میدید، تامرلان رو رقم یک جهان با رقم 30 جهان مبارزه میبرد. هد تو هد میگویند رو برو شدن این جفت یک بار بود بسود حریف. اکنون این نوبت مو باید تیمور بر مقابل بشایف مردانوار مبارزه برد. برای رسیدن به قسمت فینالی هر دو پهلوان سر رقیبی را شکست داده و در این وزن جمع 100 کیلو بالاخره به اینجا رسیدند. این رقابت را گوستونی بالاش حکمی میکند. اکنون دوستانی عزیز به خاطر تیمور رحیموف مردم از جای برمیخیزد. برنده مدال طلای گراند سلام، جایزه‌دار گران پری این مسابقات، رقم یک جهان تیمور رحیموف با میدان وارد می شود با جداگی سفید. تامرلان باشایف پهلوان تیمی انفرادی به طرف. حالا ببینید اکنون یک نفس تازه این جفت را برای به دست آوردن همون مدالی که در مرکز تاتامی است رو برو می سازد. اولین حرکت از جانب هر دو پهلوان است. باشایف یک اصول خطرناک سر کتف است. از این اصول باید تیمور رحیموف دائما دفاع نماید. یگانه خطر باشایف همین اصولش است، اما تیمور رحیموف عکس العمل بر مقابل اصول سر کتف حریف عمل میکند. حالا پهلوان قد بلند ما با باشایف گوشتید میگیرد. امکانیت تیمور رحیموف قد بلندش است، میتواند که از گریبون پشت گیرد و عملکرد خوب را انجام دهد. باشایف خطرش سر کتف است. باز میگویم ببینه تولاد باشایف هم در اینجا هجوم میکند. هجوم میکند باشایف، مردم از جای برمیخیزد. این رویداد تاریخی را رو نوار برداری میکنند. دوشنبه قصر تنیس و مجمع آبی ورزشی مرکزی نبرد پهلوانان جهان گرند پری دوشنبه گردیده است. بار اول در پیش چشمان مخلصان در چنین مسابقات بین المللی تیمور رحیموف مبارزه میبرد. اولین شیدو را برای جفت دوار مرکز نشان داد. حالا رقابت بهر به دست آوردن نشان طلا اما را ادامه دارد. یو باشایف یو تیمور رحیموف، کی است از این پهلوانانی که موفق میشوند؟ ما باوری داریم که در اینجا تیمور رحیموف مبارزه خوب را نشان میدهد. اوهو باشایف همان را از سر کتف خود دست نمیکشاند اما دور میرود از مرکز میدان. شیدو برای برآمدن از مرکز میدان را حالا بعضی از نفران طلبگار هستند، اما حجمه رفری یک نوار زیبای دیگر از قسمت باشایف خطرناکی خود را هر لحظه در مقابل تیمور رحیموف نشان میدهد. ببینید سرکیت میکند دویمو. این عمل یا این عمل کرده پهلوانی جداگی کبود پشیده برای تیمور خطر دارد. برای با دست آوردن نشان طلا هنوز هم مبارزه است. باید تیمور از این خمشوی خود را کنار گیرد. باید برعکس حال قد بلند یا از پشت رقیب کمربند را پیدا کند. مخلصان را دیده در اینجا با یک هیجان دوستانی عزیز در اینجا
من میفهمم تمام نفرانه که تماشا دارن، تمام نفرانه که در اینجا جمعن با یک حیات جون این نبرد رو نظارت میبرن. اوه او چه مرتبه تیمور رحیموف با کورنر رفت، وگرنه بسیار عالی بود، بسیار شوای درست بود، عکسون عمل بود. سراوال باشایف که حجوم میکرد، بعدا تیمور رحیموف رو از مرکز میدان دور برد. شاید چی دویم رو برای رحیموف نشان دادن. حالا ما با دو شد و باشایف باشد فعال است، یک قدم از ما پیش است. باید تیمور حجوم کند، پیوسته حجوم کند، فرصت خوب استفاده برد. اوه یک وزاره، بله این وزاره افسوس که با سودی باشایف است. از پشتی باشایف رفتن خطر دارد، امکانیت های کمی در کمی دیگر باقی مونده است. با یک وزاره باشایف در پیش است. دوستان عزیز دقیقه کمتر در اختیار دارد شانس، اگر تواند تیمور رحیموف جبران نماید خوب است، وگر نه بسیار حالتی خراب است. رحیموف با باشایف گشتین میگیرد، انوس هم مبارزه با یک شروع شوق. دقیقه کمتر 30 ثانیه دیگر در اختیار دارد. تیمور رحیموف باید و هرچی باید هر قوه دارد آن را استفاده برد. شیدوی نوبتی برای باشایف، دوار هنوز نبرآورده است. اجمی رفری آنها را با هم می آرد. اوه 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 ما شانس را از دست می دهیم. کمی در کم باقی می ماند، کمی در کم باقی می ماند. سونیه ها را باشایف در زمین می گذراند. 8 ثانیه دیگر چی نقش دارد برای تیمور رحیموف؟ خستگی خود را نشان نداده، باید برخیزد، ولی افسوس که من فکر میکنم علاکه برای باشایف امکان است و برای تیمور رحیموف 2 ثانیه دیگر نقش دادن میتواند. بله 2 ثانیه دیگر هم سپری میشود و میدان طلا را در اینجا تمرلان از تیمور میشیتوند. تمرلان تیمور را در قسمت فینالی شکست میدید و نشان طلا را از آن خود میکند. تیمور رحیموف را یک بار سر کتف کردین، سر کتف خطرناکی و بسیار هم خطر داشت. چیلوش زمین سخت و آسمان بلند. تیمور رحیموف تو قسمت فینالی آمد، ولی در قسمت فینالی نتوانست که رقیب سرسختی خیست تمرلان باشایف را شکست دهد. این باشایف با این قد پستش آنرش بلند بوده است. بار دویم است که تیمور رحیموف را شکست میدهد. واه آقا مخلصان را تبریک میکنند. خسته شده است باشایف. تیمور رحیموف در مقابل باشایف را لحظه های جالب این نبرد پیشکش ما و شما میگردد که هرچی بود، هرچی تیموری قد بلند ما که امکانیت ها داشت باید او را استفاده می برد و در مقابل رقیب شایسته هنر نمود. انامین سر کتفی و یک وزاری را آورد برای باشایف هدیه کرد. یک طلا یک نقره به برنجی ما روز سیم را جمع بست می کنیم. And the silver medalist in this category, Temur Rahimov, Tajikistan. برنده مدالی طلا ورزشگر انفرادی به طرف تمرلان باشایف و دارنده مدال نقره ورزشگر از جمهوری تاجیکستان تیمور رحیموف.